بردیا افشین گزارشگر ایران اینترنشنال از پاریس و محل برگزاری همراه ما شده. بردیا لطفاً خودت بیشتر در مورد گردهمایی امروز صحبت کن. تنس برای هفته هاست به موازات اون چیزی که در ایران میگذره، شهروندان ایرانی فرانسه تجمعاتی پرشور در حمایت از معترضان ایرانی برگزار کردند. شور و هیجانشون متفاوته و همیشه هم همبسته بودن، اما این تجمع قدری متفاوته. ضمن این که ما اینجا میشنویم که پیام همبستگی در حمایت از معترضان ایرانی رو از جمله زنان ایرانی و به خصوص افراد تحت ظلم در مناطق کردستان و سیستان و بلوچستان، اما در این حال شاهدیم که فعالانی از کشورهای دیگه، کشورهای تحت ظلم دیگه چون سوریه، افغانستان و اوکراین حضور دارن در کنار شهروندان فرانسوی پاریس. اونها هم اعلام همبستگی کردن با ایرانیان و البته ایرانیان هم اعلام همبستگی کردن با اونها برای جوامع. در واقع اینجا پیغامی که میشنویم همبستگی این جوامع در حمایت از تمام جوامع تحت ظلم. برای همین شعاری میشویم، نه فقط همینجور که الان شعار سر میدن زن زندگی آزادی، شعارهایی از جامعه میشویم که از کابل تا تهران مرگ بر طالبان و اینجور شعاره همبستگی رو میشویم. من در کنار من سپیده فارسی قرار داره، یک فیلمساز ایرانی مقیم پاریس، که از او بپرسن که این در واقع گرد همایی امروز چه تفاوتی داره با گرد همایی پرشور که همیشه تو پاریس برگزار میشه. سلام میکنم به شما. گردمای امروز همینطور که خودتون اشاره کردید یک تلاشی بود برای در واقع شکل دادن یا نشون دادن بیشتر این همبستگی که هست بین خلقهای مختلفی که تحت ستم جمهوری اسلامی هستن، برای اینکه جمهوری اسلامی متاسفانه نه تنها در داخل ایران بیداد میکنه، در خارج از ایران و کشورهای دیگه دخالت میکنه. همونطور که پهباد میفرسته به میده به روسیه که بفرستن به اوکراین یا در سوریه یا دخالتایی که در افغانستان میکنه یا ستمی که به افغانهایی که در ایران هستن میکنه، و هدف این بود که این رو در واقع پررنگتر اینجا با این همبستگی رو و این ستمهای جمهوری اسلامی رو نشون بدیم. و فکر میکنید که تونستین که این همبستگی رو نشون بدین؟ خودتون قضاوت کنید، میشنویم. تناز به تو برمیگردیم. من فقط تاکید کنم که آره، این صدای همبستگی رو به وضوح اینجا میشنویم. اینجا فعالان حقوق بشر از افغانستان که چون شکیبا داوود سخنرانی کرد و همینطور فعالانی از سوریه و اوکراین، و ما این صدای همبستگی از مردم ایران رو میشنویم که در سراسر ایران اعتراض خودشون رو به حاکمیت جمهوری اسلامی نشون دادن، اما با سرکوب بسیار شدید از سوی جمهوری اسلامی روبرو شدن. ممنونم از تو بردیا افشین از پاریس.